فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. جناب دکتر، سوال بعدی بیننده در مورد این است که پرسیدن میخواستم بدونم که چه کار باید کرد که از شهوترانی دور شوم. بفرمایید. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من اتبع هداهم الى یوم الدین و بعد. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یکی از بزرگترین وصیت هایی که در این راستا داشتن فرمودن که یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، ای دسته جوانان کسی که توان ازدواج را داشته باشد باید ازدواج کند. امر هست که باید ازدواج کند، مخصوصا برای جوان ها. و کسی که توان نداشت، چون پیامبر اکرم می‌فرماید که آن برای کنترل چشم و کنترل شهوت مناسبتر و کارآراترین است. و کسی که توان نداشت باید شهوت خود را با روزه بشکند، شهوت خود را با روزه بشکند. و مجموعا جوانان هم آگاه هستند که در کسی که با روزه پیوند خاصی دارد، با قرآن کریم و تلاوت قرآن کریم هم پیوند بسیار مستحکم دارد و همچنان در نمازهای خود جدی پابند هست و بر علاوه از نمازهای فرضی نمازهای نفلی هم ادا میکنه. پس این چیزهایی است که در پهلوی روزه داره و حتما با او پیش میاد، در صورتی که مخلصانه برای الله تبارک و تعالی و به خاطر مدد گرفتن از الله تبارک و تعالی با واسطه روزه و اعمال نیک از وقوع در شهوت ها این انجام بدهد. و عمدترین چیزی که در روزه هست دعا هست. عمدترین چیزی که در روزه هست دعا هست، که انسان هیچ حرکت و هیچ کاری خود بدون اینکه الله تبارک و تعالی به او فضل و عنایت بکند نمیتواند که به تنهایی خود و به توان و انرژی ناچیز خود خودمختارانه انجام بدهد و به نتیجه مثبت مطلوب برسد، تا اینکه مدد الهی و فیض و فضل الهی هم رکاب او نباشد. پس این چیزهایی است که مجموع اینها جدا جدا هم وجود دارد، اما در نسخه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند تمام اینها جمع شده، هم روزه، در روزه دعای صبح، دعای وقتهای نماز، دعای وقت افطاری که پیامبر اکرم صلی الله فرمودند که لصائمی عند فطری، روزدار در وقت افطار خود حق و جایزه یک دعای را داره که رد نشود. پس این جایزه هم در روزه بیشتر از دیگر چیزها هست و همچنان در بیشتر از دیگر اوقات، همچنان بعد از نمازهای فرض و در پایان نماز بعد از تشهد قبل از سلام و در جریان سجده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می‌فرماید که قریب‌ترین حالتی که بنده با پروردگارش هست وقت جریان است که سر به سجده نهاده و پوز خود را به خاک مالیده در برابر عظمت و جلال پروردگار و برای عبادت به پروردگار جل جلاله. این حالت است که یعنی کمال خضوع بنده را نشان میدهد و نزدیکترین حالت است که بنده به پروردگارش میباشد، چون بنده به هر اندازه عاجز و انکساری داشت به همون انداز نزد پروردگارش محبوب هست. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در تمام جریانات خود با انکسارترین در دعاها و نیایش های خود بود. این نسخه است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند و این از الله تبارک و تعالی دعاگو هستیم که ما و سایر برادران و خواهران عزیز ما را توفیق نصیب بکنه که در صورت عدم دسترسی به نسخه اول
از نسخه دوم حتما استفاده کنیم و فانه له وجه. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفته که او شهوت را میشکند، امکان ندارد که نبی اکرم صلی الله علیه و سلم که و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، از نزد خود چیزی نمیگوید، هر آنچه که ارشاد و تعلیمات دارد وحی است که به او از جانب الله تبارک و تعالی فرستاده می شود. پس وحی الهی امکان ندارد که غلط بوده باشد و اشتباه براید. این چیزی است که از الله تبارک و تعالی مسئله داریم که ما همه را به او توفیق عنایت کنیم.